هر روز که بر دامنه این نفوذ سنی های تنروی طالبان در افغانستان میگذرد اخبار و اطلاعات بیشتری درباره اقدام های ضد حقوق بشری از این گروه به گوش می رسد کمیسیون حقوق بشر تایید کرده که در مناطق تحت کنترل سنی های تنروی طالبان بر آزادی های حقوق بشری یه مردم محدودیت وضع شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد کمیسیون حقوق بشر در گزارشی تحت عنوان تشدید منازعات مسلحانه و افزایش رویدادهای نقض حقوق بشر گفت که یافته های این کمیسیون نشان می دهد که عناصر طالبان پس از کنترل ولسوالی ها در شماری از ولایت ها از جمله فاریاب، قندوز، بدخشان و تخار به اعمال محدودیت های مخالف موازین حقوق بشر و قوانین نافذه کشور اقدام کردن این محدودیت ها شامل ممنوعیت تردد زنان بیرون از خانه بدون حجاب و محرم شرعی بستن مدارس مختلط و حتی مدارس دخترانه ممنوعیت ارائه خدمات درمانی به زنان بدون محرم همراه ممنوعیت استفاده از تلویزیون مجبور کردن آموزگاران و دانش آموزان مدارس به استفاده از لونگی که نوعی پوشش خاص است و نتراشیدن ریش می شود در این مورد یکی از مسئولان ولسوالی شیرین تگاب در ولایت فاریاب به ناظران کمیسیون گفته پس از اینکه ولسوالی شیرین تگاب کاملا به دست تروریست های طالبان سقوط کرد اعضای این گروه برای زنان یک سلسله محدودیت هایی را وزن نموده و به تمام پزشکان رانندگان سه چرخه تاکسیها و دکانداران هشدار دادند که در صورت همکاری با زنان بدون محرم شرعی مجازات خواهند شد طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر طالبان گفته جوانان باید ریش بگذارند و در نمازهای جماعت حاضر شوند این گروه تروریستی همچنین به مساجد نام فرستاده و از آنها خواسته است خانواده هایی که دو یا سه فرزند دارند یکی از آنها را شامل صفوف طالبان کنند و نیز مردم مکلفند عشر و خود را در اسرع وقت در اختیار این گروه قرار دهند طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده اما پیشتر وضع محدودیت بر آزادی زنان را رد کرده بود. برخی ساکنان ولایت تخار و بدخشان در شمال شرق کشور نیز گفتند که سنی های تندرو طالبان تردد زنان بدون محرم را ممنوع کرده و قصد دارند دختران جوان و زنان بیوه را به عقد اجباری خودشان درآورند. حقوق بشر اما در گزارش خود در مورد نکاه اجباری چیزی نگفته است. گفتنی است که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی نیز زنان به طور گسترده از حقوق اساسیشان مانند تحصیل و کار محروم بودند.